سلام، به نگاه سیاسی روز خوش آمدید. پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال 1388، کشور فضای امنیتی و سیاسی شدیدی را تجربه کرد و باز کردن این فضا به یکی از ارکان مهم شعارهای انتخاباتی حسن روحانی در انتخابات 24 خرداد سال گذشته بدل شد. حسن روحانی قبل از انتخابات بارها از فضای امنیتی و پلیسی در کشور انتقاد کرده و امنیتی زدایی و باز کردن فضای سیاسی و فرهنگی را از مهمترین اقدامات دولتش در صورت پیروزی در انتخابات برشمرده بود و در این رابطه گفته بود فضا باز شود به ضرر کسی نخواهد بود. به نظر می‌رسد رئیس دولت 11 نتوانسته تا کنون به وعده های انتخاباتی خود عمل کند و همچنان این افراطیون و محافظه‌کاران هستند که در عرصه امنیتی کردن فضای کشور و تجسس در زندگی مردم یک تازی می کنند. به گونه ای که این اقدامات انتقاد شدید هاشمی رفسنجانی را به دنبال داشته. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در سخنانی در کتابخانه ملی ایران از شنود مکالمات مردم و تجسس در زندگی داخلی آنان انتقاد کرده و آن را گناهی به نام امنیت دانسته است و در این رابطه گفته تجسس از بدترین رویه‌های ضد اخلاقی است. ما حق نداریم به زندگی مردم وارد شویم و تجسس کنیم. حق نداریم به عقاید مردم وارد شویم و ببینیم فکرشان چیست. ما حق نداریم اسرار مردم را حتی اگر برویم بفهمیم، حتی بفهمیم چه برسد به اینکه افشا کنیم. بزرگترین گناه را به اسم امنیت مرتکب می شویم. بر اساس اصل 23 و 25 قانون اساسی تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد مؤاخذه قرار داد و ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سم و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون. البته از نظر آیات قرآنی و روایات اسلامی نیز این عمل به شدت نکوییده شده و نگهداری حرمت و آبروی مسلمین و پرهیز از جستجو و تفتیش عقاید آنها جزء آموزه‌های دینی محسوب می‌شود و تجسس و خبرجویی از اندرون زندگی شخصی مردم جایز نیست و به هیچ کس اجازه داده نخواهد شد که اسرار و لغزش‌های مردم را افشا کند. در حالی که بیش از 8 از آغاز کار به دولت روحانی می‌گذرد، وی هنوز نتوانسته سیاست داخلی خود را همانند سیاست خارجی فعال و پویا نماید و به نظر می‌رسد نرمشی که در سیاست خارجی با حمایت شخص اول کشور صورت می‌گیرد، در داخل از سوی تندرویان با سختگیری بر مردم تلافی می‌شود. انتقادات شدید به سیاست‌های هسته‌ای دولت، حمله به تصمیمات اقتصادی و فرهنگی، سانسور و توقیف رسانه‌ها و محدود کردن فعالان این عرصه و رسمی کردن شنود و تجسس در زندگی مردم با طرح اسلامی کردن شنود مکالمات تنها بخشی از اقدامات نیروهای امنیتی و انتظامی وابسته به طیف محافظه‌کاران حکومتی است که در داخل کشور به اشکال مختلف صورت می‌پذیرد. در خاتمه باید گفت مردم برای تحقق وعده‌های حسن روحانی همراهی خود را در انتخابات 24 خرداد نشان دادند، ولی دولت 11 هنوز نتوانسته بر اساس شعارهای خود کشوری منطبق با اصول انسانی و خواست مردم را برای آنان به ارمغان بیاورد.